به نام خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت دوستان عزیز بنده نعمتی هستم و با آموزش تکنولوژی انتقال قدرت خود رو در خدمت شما دوستان عزیز هستم در ابتدا در فصل یکم خواهیم راجع به سیستم انتقال قدرت توضیحاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم ابتدا میخوایم یک تعریف از سیستم انتقال قدرت داشته باشیم و وظیفه‌ای که سیستم انتقال قدرت در خودروها داره همونطور که اشاره شد تکنولوژی مولد قدرت میاد راجب به موتور که به عنوان مولد قدرت خودرو هستش صحبت میکنه و در ادامه اجزایی که پس از موتور قرار میگیرند برای انتقال توان تولیدی از موتور به چرخا برای حرکت روبه جلوی خودرو مورد استفاده قرار میگیرند وظیفه اصلی سیستم انتقال قدرت بنابراین انتقال نیروی تولید شده هستش که از موتور تولید شده به چرخهای خودرو برای به حرکت در آوردن خودرو هست. این سیستم به صورت مؤثری نیروی احتراق تولید شده رو توسط اجزا و تجهیزاتی که در ادامه موتور میاره به چرخها برای حرکت انتقال میده. موتور مولد قدرت هستش در ادامه کلاج میاد سپس گیربکس قرار میگیره در سیستم هایی که به صورت محور عقب محرک هستند از گاردان برای ارتباط بین گیربوکس و دیفرانسیل استفاده میشه بنابراین بعد از گیربوکس محور انتقال توان و نیرو به عنوان میلی گاردان مورد استفاده قرار میگیره دیفرانسیل روی محور عقب قرار گرفته شده و در نهایت از طریق پولوس و اکسل توان به چرخها انتقال داده میشه بنابراین اجزای سیستم انتقال و قدرت شامل کلاچ گیربوکس گاردان دیفرانسیه و در نهایت اکسل و پولوس هستند که هر کدوم شرح وظایف خاصی رو دارند و در سیستم انتقال قدرت برای انتقال توان تولیدی موتور مورد استفاده قرار می گیرد. کلاج اولین عضو و سیستم انتقال قدرت در خودرو است که بین موتور و گیربکس قرار میگیره و وظیفه قطع و وصل کردن مسیر انتقال قدرت رو بر عهده داره اجزای کلاج به فلایویل متصل هستند و فلایویل هم به موتور و میلنگ خودرو متصله و نیرو که توسط موتور تولید میشه از طریق مجموعه کلاج به گیربکس منتقل میشه اجزای کلاچ شامل فنر دیافراگمی هستند که در تصویر ملاحظه میفرمایید یا تاقان رها کننده که زمانی که مکانیزم عملگر پدال کلاچ نیرو رو اعمال میکنه میاد دو شاخه کلاچ رو نیروش رو وارد میکنه به مرکز فنرهای خورشیدی و باعث قطع شدن مسیر انتقال قدرت میشه محور ورودی به جعب دنده هستش محوریه که از گیربکس میاد و صفه کلاچ روی اون نصب میشه صفه فشار چرخ تیار یا اصطلاح محل پیش شدن به پیشرانه که همون موتور هستش یا سیستم مولد قدرت پوشش کلاج که مجموعه اجزای کلاج در داخل پوشش کلاج قرار میگیرن و پوشش پیچشونده به چرخ تیار که میاد اجزای کلاج و مجموعه کلاج رو متصل میکنه به مجموعه چرخ تیار یا فلایوی بنابراین کلاج یکی از قطعات و اجزای اصلی در سیستم انتقال قدرت هستش که نیرویی که از موتور تولید شده رو به واسطه اتصالی که به لایویل داره و به بخش موتور میتونه به راحتی با استفاده از سیستم بندی که کلاج داره با قطع ووزع کردن مسیر انتقال و قدرت شرایط رو برای تعویز دند گیر بوکس فراهم کنه و باعث انتقال و قدرت در مجموعه سیستم انتقال و قدرت خود رو بشه گیرباکس در خودروها هم یکی از اجزای اصلی و بسیار مهم در سیستم انتقال قدرت خودروها هستند. گیرباکس بعد از کلاش قرار میگیره در سیستم هایی که به صورت FWD یا در اصطلاح محور جلو محرک هستند، مجموعه گیرباکس و دیفرانسیل به صورت سرخود هست که به نام ترانس اکسل نامگذاری میشه، اما در سیستم هایی که به صورت RWD هستش و محور عقب خودرو محرکه، گیرباکس مجزا از دیفرانسیل هست. و ارتباط بین گیربکس و دیفرانسیل با استفاده از عضوی به نام گاردان صورت میگیره که انتقال گشتاور پیچشی رو میده همونطور که در تصویر هم ملاحظه میفرمایید نمونه از گیربکس خودروی پراید رو ملاحظه میکنید گیربکس شامل سه محور یک محور ورودی یک محور واسطه که تعداد چختنده روی اون قرار میگیره و یک محور خروجی محور ورودی وارد مجموعه کلاج میشه و صفحه کلاج روش قرار میگیره محور خروجی در ادامش محور گاردان میاد و انتقال گشتاور پیچشی یا دورانی محور واسطه هم که تعداد چرخدنده روش قرار میگیره واسطه هستش بین محور ورودی و محور خروجی برای انتقال قدرت در تصویر هم ملاحظه میفرمایید زمانی که انتقال قدرت از طریق محور ورودی و چرخدنده محور ورودی صورت میگیره با درگیری که با چرخدنده محور واسطه داره انتقال قدرت به این صورت به محور واسطه صورت میگیره و به خاطر درگیری چرخدنده دنده یک در روی محور خروجی با چرخدنده محور واسطه انتقال قدرت از طریق محور واسطه میاد محور ورودی رو وصل میکنه به محور خروجی و در دنده یک انتقال قدرت صورت میگیره که معمولاً چون دنده سنگین هست گشتاور زیاد و میزان دور کم هستش به خاطر قطر زیادی که چرخدنده دنده یک داره با حرکت کشویی هایی که ما در مکانیزم دیفرانسیل گیربکس خود رو داریم معمولا انتقال قدرت صورت خواهد گرفت این چختنده ها که روی محور خروجی قرار دارند به صورت هرزگرد هستند بنابراین برای اینکه فیکس بشن روی محور نیاز هستش که کشویی این دنده ها بیاد چختنده رو روی محور خروجی فیکس کنه و باعث انتقال قدرت در مسیر محور خروجی گیربکس بشه جزء بعدی در سیستم انتقال قدرت گاردان هستش گاردان هم یک شفته که توانایی انتقال گشت پیچشی رو داره در مواقعی که بین گیربکس و دیفرانسیل فاصله وجود داره و خصوص در سیستم هایی که در اصطلاح سیستم های آر یا سیستم های دیفرانسیل عقب هستن مورد استفاده قرار میگیره و گاردان به عنوان ارتباط دهنده بین اون اجزا انجام وظیفه میکنه در قسمت جلو داره چارشاخه شاخه هستش و خود شفت اصلی و در انتها هم چهار شاخه عقب که وصل میشه به در اصطلاح دیفرانسیل خود رو در قسمت جلو به شفت خروجی گیربکس وصل میشه و در قسمت انتها چهار شاخه عقب وصل به سیستم پینیون دیفرانسیل میشه دیفرانسیل هم یکی دیگه از اجزای مهم و اصلی در سیستم انتقال قدرت هستش دیفرانسیل هم به عنوان یکی از قطعات اصلی سیستم انتقال قدرت محسوب میشه که دارای چندین وظیفه مهم و شاخصه اولا به عنوان یک کاهنده دور محسوب میشه و ثانیا امکان تغییر جهت گشتاور و قدرت رو به عهده داره یعنی مسیر انتقال قدرت وقتی به صورت دورانی وارد دیفرانسیل میشه به صورت 90 درجه یا قامه بین چرخ ها تقسیم میشه. بنابراین امکان تغییر جهت گشتاور آور رو هم ایجاد میکنه دیفرانسیل. یکی دیگه از وظایف مهم دیفرانسیل هماهنگ کردن سرعت گردش چرخ ها چرخهایی که در دو طرف هستند می باشه زیرا در شرایطی که خودرو در حال گردش کردن به خصوص در دور میدون ها هستش یا گردش هایی که به چپ و راست داره سرعت گردش چرخ داخل پیچ و چرخ خارج پیچ رو که با یکدیگر متفاوت هستند میاد هماهنگ میکنه به طوری که چرخ داخلی روی یک دایره با شوه کوچکتر و چرخ خارجی هم روی دایره با شوه بزرگتر در حال گردشه بنابراین تنظیم کردن میزان دور چرخ ها هنگام دور زدن سر پیچ ها و دور میدان ها هم بر عهده دیفرانسیل خودرو هست که از مجموعه چهتنده ها تشکیل شده که در داخل یک مجموعه حوزین قرار داده شده شامل چختنده های پینیون، چرخدنده های کرانویل، هرزگرد ها و چختنده های سر پولوس هستش و میل پولوس هم از دو طرف دیفرانسیل خارج شده که در تصویر ملاحظه میفرمایید. میل گاردان هم که عرض کردم خدمتتون در قسمت عقب وصل میشه به پینیون دیفرانسیل. پولس هم یکی از اجزای سیستم انتقال قدرت در خودرو هستش میل پولس وظیفه انتقال گشتاور پیچشی از گیر بوکس به چرخ رو برعهده داره همونطور که در تصویر هم ملاحظه میفرمایید میل پولس یک سرش در داخل گیر بوکس و سر دیگرش به چرخ خودرو برای حرکت رو به جلو متصل میشه با استفاده از گردگیر هم که در تصویر ملاحظه میفرمایید جلوگیری میکنه از ورود گرد و خاک و دانههای شن و موسه در این حرکت خود رو به داخل مجموعه کلپولس. در تصویر پایین هم مجموعه دیفرانسیل و چرخها رو ملاحظه میفرمایید اکسل پوسته ای هستش که باعث محافظت از میل پولس میشه میل پولس در داخل اکسل قرار میگیره و اکسل نقش یک پوشش و یا پوسته رو برای محافظت از میل پولس بر عهده داره بنابراین وظیفه اصلی پولس در سیستم های انتقال قدرت انتقال گشتاور پیچشی از دیفرانسیل و یا گیربکس به چرخها برای حرکت روبه جلوی چرخها هست. سیستم های انتقال قدرت دارای دو مدل هستند. یک مدل به صورت دیفرانسیل جلو هستش که در اصطلاح FWD نامگذاری میشه یعنی موتور و مجموعه سیستم انتقال قدرت روی یک محور قرار داده شدن و سیستم های دیفرانسیل عقب که در اصطلاح بین گیربوکس و دیفرانسیل فاصله وجود داره و بنابراین در این سیستم های دیفرانسیل عقب از شفت گاردان استفاده می کنیم. تقسیم بندی مدل سیستم انتقال قدرت هم بر اساس موقعیت قرارگیری اجزای این سیستم هستش. معمولا محل نصب موتور در قسمت جلو خودرو هستش برای اینکه مناسب ترین فضا رو برای نصب موتور در قسمت جلو هست. از طرف دیگه اعمال وزن موتور بر روی محور جلو باعث افزایش قدرت کشندگی و پایداری خودرو هم میشه. یعنی دلیل اینکه موتور در روی محور جلو قرار داده شده به خاطر اعمال وزن روی محور جلو و در نتیجه افزایش قدرتی کشندگی و پایداری خودرو هستش محور محرک خودرو هم گاهی اوقات روی محور جلو خودرو هستش که میاد سیستم دیفرانسیل جلو رو تعریف میکنه و گاهی هم محور عقب خودرو هست که در اصطلاح دیفرانسیل روی محور عقب نصب میشه و انتقال توان از قسمت جلو از قسمت مولد به قسمت محور عقب صورت میگیره بنابراین چرخ جلو در صورتی که دیفرانسیل جلو باشه سیستم محرک هستش در صورتی که دیفرانسیل عقب باشه در اصطلاح محور محرک محور عقب خودرو است که در تصویر هم ملاحظه میفرمایید سیستم موتور رو و سیستم انتقال قدرت که روی چرخ های جلو هستش و دیفرانسیل و گیربکس به صورت ترانس اکسل یا سرخود هستش بنابراین محور جلو محرک میشه و سیستم محور عقب به صورت متحرک ساخته میشه در سیستم دیفرانسیل عقب هم همونطور که ملاحظه میفرمایید موتور در قسمت جلو و روی محور جلو قرار داده شده و سایر سیستم های انتقال و قدرت که شامل کلاج، گیربوکس، گاردان، دیفرانسیل، پولس و در نهایت چرخ ها هستش، دیفرانسیل روی محور عقب قرار داده شده، بنابراین مولد قدرت میاد از طریق سیستم انتقال و قدرت، قدرت رو و توان رو به دیفرانسیل و محور عقب خود رو میده در نتیجه چرخ عقب محرک هستش و چرخ جلو متحرک و فرمان پسی. در خودروها با توجه به اینکه موتور مولد و تولید کننده قدرت هستش ما میاییم بین دور و گشتاوری که تولید میشه توسط موتور تعاریفی رو داریم که برای ما بیان میکنه که این منحنی نشون دهنده این هستش که تغییرات قدرت و گشتاور موتور بر حسب دور موتور به چه صورتی خواهد بود یکی از اصلی ترین وظایف سیستم انتقال و قدرت تبدیل دور و قدرت خروجی موتوره. باید توجه داشته باشیم که با افزایش سرعت و بالا رفتن دور قدرت خودرو یا گشتاور خودرو کم میشه و بالعکس با افزایش قدرت سرعت و دور کاهش پیدا میکنه یعنی سرعت و قدرت در اصل دو پارامتر هستند که با یک دیگه در خودروها نسبت عکس دارند که در اینجا هم بهش اشاره شده یعنی در دو دور موتور که به صورت متفاوت هستش قدرت و گشتاور بیشترین مقدار رو دارند. کارکرد موتور هم در فاصله دور مربوطه به حد اکثر گشتاور و حد اکثر قدرت برای بهترین عمل کرده گیر بوکس میشه و ما میتونیم با تعویز دنده دور موتور رو حفظ کنیم و نسبت تبدیل دور و گشتاور رو کاهش و یا افزایش بدیم. منحنی مشخصه موتور رو در موتورهای بنزینی در تصویر ملاحظه می‌فرمایید. که میزان تورک یا گشت منحنیش با رنگ آبی و میزان توان یا نیرو و دور رو با رنگ قرمز در تصویر ملاحظه میکنید. هنگامی که خودرو به اندازه کافی شتاب میگیره و به یه سرعتی مشخصی میرسه دیگه نیازی به قدرت زیاد نداریم و صرفا برای حفظ سرعت خودرو نیروی کمی لازمه در این حالت مناسبه که سرعت حرکت خودرو و دور خروجی گیربکس در حالت بالا باشد، و همین دلیل در این وضعیت از دنده های سبک ما می استفاده میکنیم همطور که در تصویر هم ملاحظه میفرمایید با افزایش میزان دور موتور میزان گشتاور هم افزایش پیدا میکنه. تا یک حد مشخص و بعد از اون شما دیگه میزان گشتاور کاهش پیدا میکنه در نتیجه باید نسبت به تبدیل نسبت دور و گشتاور با تعویز دنده اقدام کنید. در مورد گشتاور هم به همین صورت هستش. اینجا هم هر چقدر میزان گشتاور افزایش پیدا میکنه تا یک حد مشخصی میزان RPM یا دور موتور افزایش پیدا میکنه و بعد از اون با کاهش میزان توان یا قدرت مواجه هستیم. بنابراین نیاز به این هستش در اون دور بهینه زمانی که به حد اکثر میزان گشتاور یا میزان نیرو رسیدیم برای تبدیل میزان دور و گشتاور با تعویض دنده از طریق بوکس اقدام صورت بگیره در خودروهای بنزینی یا ماشینهای سبک در اصطلاح در تصویر بعدی هم این منحنی رو برای موتور دیزلی ملاحظه میفرمایید که به چه صورتی هستش در خودروهای دیزلی هم دقیقا همین شرایط فراهم هست و این موقعیت وجود داره که نمودار رو برای حالتی که میزان گشتاور و میزان دور یا نیرو هستش رو و به صورت کلی هم بیان میکنه یعنی یک ارتباطی بین گشتاور توان و میزان سوخت مصرفی رو ما در خودرو ملاحظه میکنیم در خودروهای دیزلی هم با افزایش میزان دور موتور میزان گشتاور تا یک حد مشخصی بالا میره و بعد از اون به صورت سراشیبی میشه و در اصطلاح میزان گشتاور کاهش پیدا میکنه تا یک حد مشخصی برای میزان دور هم به همین صورت هستش یعنی با افزایش میزان دور خودرو یا در اصطلاح دور موتور میزان توان یا در اصطلاح میزان پاور و قدرت رو به افزایش هستش که اینجا هم تا یک حد مشخص هستش و باید با تعویض دنده نسبت به افزایش و کاهش میزان دور اقدام کنید نسبت سوخت هم به همین صورت در حالت کاهشی و سپس افزایشی خواهد بود با توجه به اینکه در موتورهای دیزلی سوخت گازوئیل مصرف میشه در دورهای مختلف میزان سوختهای مختلفی رو خواهیم داشت از اونجایی که با افزایش دور ممکن توان موتور همچنان افزایش پیدا کنه بنابراین ما یک دور بهینه و یک دور اقتصادی رو در موتورها تعریف میکنیم که این حالت بیشترین قدرت رو برای موتور در اصطلاح و خودرو ایجاد خواهد کرد و کمترین مقدار مصرف سوخت هم میتونه منجر بشه بنابراین ما با بررسی منحنی مشخصه موتور به دنبال این هستیم که به اون دور موتور بهینه برسیم که بیشترین قدرت و کمترین مقدار مصرف رو در خودروهای دیزلی خواهد داشت در ادامه بحث آموزش تکنولوژی انتقال قدرت خود رو میخوایم راجع به کلاش ها مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنیم. کلاج اولین قطعی هستش که در مسیر انتقال قدرت بین موتور و گیربکس قرار میگیره و وظیفه قطع و ورز کردن مسیر انتقال قدرت رو به عهده داره. دلیل وجود کلاج جلوگیری از اعمال شوب به چرختنده های گیربکسه برای اینکه در لحظه تعویض دنده نسبت دنده به صورت ناگهانی تغییر میکنه و باعث ایجاد شک میشه در نتیجه از کلاج استفاده میکنن برای اینکه این شک ها رو در اصطلاح بگیره و از آسیب زدن به چرخنده های گیربوکس جلوگیری کنه که مسیر انتقال قدرت رو ملاحظه میفرمایید بعد از موتور خود رو که به عنوان مولد قدرت هستش مجموعه کلاش قرار میگیره سپس گیربکس میرگاردان، میره دیفرانسیل و در نهایت پلوس و چرخ اجزای کلاج شامل فنر کلاج است، پوسته کلاج، صفحه کلاج و فلایویر یا در اصطلاح چرخ تیار. البته روی فنر کلاج بول و دو شاخه کلاج و سیستم اهرم بندی کلاج هم نصب میشه که در قسمت مکانیزم کاری کلاج و سیستم اهرم بندی کلاج راجبش صحبت خواهیم کرد حتماً. اینها اجزای اصلی مجموعه کلاج هستند که به صورت اسمبل شده و منتاش شده روی هم قرار می گیرند و در نتیجه باعث قطع و وز شدن مسیر انتقال و قدرت می شود. به عنوان یکی از اجزای اصلی کلاج هست که به عنوان یک دیسک توپره که در انتهای میلنگ نصب میشه و وظیفه اون جذب ارتعاشات و نوسانات میلنگ و بحث تأمین انرژی جنبشی لازم به منظور ادامه دوران میلنگ هستش یعنی زمانی که شما اقدام میکنید به استارت زدن چرخ های استارت میاد درگیر میشه با چرخ دنده های فلای وید. و اون رو به حرکت در میاره بعد از به حرکت در اومدن در سر حرکت میلنگ این انرژی هایی که ایجاد میشه و شکایی که به موتور وارد میشه در اثر چرخش میلنگ با دورهای بالا توسط چرخ تیار یا فلایویل گرفته میشه همچنین مجموعه کلاچ با استفاده از پیچ هایی روی فلایویل یا چرخ تیار در اصطلاح نصب میشه معمولا به منظور گرفتن این ارتعاشات از در اصطلاح فلایویل در مجموعه سیستم انتقال قدرت استفاده میشه قطه بعدی یا جزء بعدی بحث فنر کلاج و مجموعه پوسته کلاچ هستش پوسته کلاچ هم قطعی هستش که توسط پیچ به فلایویل بسته میشه و سایر قطعات مجموعه کلاچ مثل دیسک کلاچ، فنر کلاج و صفحه کلاج در اصطلاح درون اون قرار می گیرن. یعنی مجموعه که در اینجا هستش در داخل پوسته کلاج قرار میگیره باید توجه داشته باشیم از اونجایی که پوسته کلاچ به فلاویل بسته میشه در نگام گردش فلاویل پوسته کلاچ هم به همراه اون به دوران ادامه میده و دوران خواهد داشت این مجموعه چون قطعاتی که روی اون در داخل اون یا روی اون نصب میشه به صورت اتصال پیچ و مهره وصل میشه در یا پیچ وصل میشه به فلایوی در نتیجه با حرکت فلایوی مجموعه پوسته کلاج هم به حرکت در میاد فنر کلاج هم که در تصویر ملاحظه میفرمایید روی پوسته کلاش قرار میگیره و وظیفه اونم فشرده کردن دیسک کلاچ روی صفحه کلاجه از این طریق میتونه باعث تماس استکاکی دیسک و صفحه کلاج بشه و امکان انتقال گشتاور بین اونها رو فراهم کنه. فنر کلاج به دو صورت هستش که در یک نوع فنر کلاج از نوع خورشیدی یا دیافراگمی هستش که به عنوان نوع اصلی در خودروها استفاده میشه این فنر به صورت صفحه های مدور هست که تیغههایی هایی در اطراف اون وجود داره با اعمال نیروی فشار به لبه های تیغه که توسط بولبرنگ کلاج صورت میگیره قسمت مرکز تیغه ها دچار تغییر شکل ارتجایی میشه و لبه های کناری به سمت پوسته کلاج که به سمت داخل هستش حرکت میکنه در اثر این تغییر شکل هم دیسک کلاج از صفحه کلاج جدا میشه بنابراین در این حالت دیافراگ باعث حذف نیروی فنر از روی دیسک کلاج میشه در نتیجه دیسک از مجموعه صفحه کلاج جدا میشه و شرایط رو برای عمل تعویض دنده در خود رو فراهم میکنه که این نکته بسیار بسیار مهمی هستش صفحه کلاج هم که روی شفت ورودی در اصطلاح دیبوکس قرار میگیره انتقال توان رو و مسیر انتقال توان رو به درون گیربکس و چختنده های گیربکس یا در اسلام محور ورودی گیربکس فراهم میکنه صفحه کلاج هم که در تصویر ملاحظه میفرمایید یه دیسک دواره که در مقابل دیسک کلاج در اصطلاح قرار گرفته و با اون تماس استحکاکی داره از اونجایی که صفحه کلاج خودش روی شفت ورودی گیربکس نصب میشه در سر فشرده کردن دیسک کلاج روی اون قرار داده شده و امکان انتقال گشتاور رو از موتور به گیربکس فراهم میکنه. یعنی دیسک کلاج و صف کلاج با هم اتصال دارند در داخل مرکز صف کلاج جای شفت ورودی گیربکس تعبیه شده و مجموع این صف کلاج روی اون شفت نصب میشه در نتیجه با حرکت میلنگ مجموعه پوسته کلاچ حرکت میکنه در نتیجه در اثر ارتباطی که صفحه کلاج با دیسک کلاج داره و حرکت دورانی در نتیجه صفحه کلاچ هم شروع به حرکت دورانی میکنه و در اثر تماسی که بین دیسک و صفحه هستش انتقال توان از مجموعه دیسک کلاچ به صفحه کلاج وارد میشه و این انتقال توان صورت میگیره با حرکت صفحه کلاچ چون صفحه کلاچ روی شفت ورودی گیربکس هستش در نتیجه محور ورودی هم در گیر شروع به حرکت دورانی میکنه فلزا انتقال توان رو ما خواهیم داشت در اثر اعمال کلاج گرفتن یا در اصطلاح فشار دادن پدال کلاج ما شاهد قطع و فس شدن مسیر انتقال قدرت هستیم که در اینجا مکانیزم کار کلاج رو شرح میده همونطور که در تاثیر ملازم میفرمایید زمانی که پدال کلاج در حالت فشرده هستش و توسط راننده اعمال نیرو روی پدال کلاش صورت میگیره در اثر اعمال نیرو به پدال کلاش سیستم اهرم بندی کلاش شروع به حرکت میکنه و این انتقال توان از طریق دو شاخه کلاچ به بولبرینگ کلاچ نیرو وارد میکنه بولبرینگ کلاچ روی فنرها یا در اصلا تیغه های فنرهای خورشیدی نیرو وارد میکنن و اونها رو به سمت دیسک کلاچ فشرده میکنن چون دیسک روی فنر قرار داده شده در نتیجه در اثر حرکت تلاکلنگی یا حرکت دیافراگمی که تیغه های فلر کلاج دارند وقتی به درون مو یا در اصلا مرکز اون نیرو وارد میشه در لبه های بیرونی حالت عکس رو ایجاد میکنه و نیرو به حالت عکس در میاد در نتیجه دیسک کلاج رو از صفحه کلاج جدا میکنه و در نتیجه اعمال نیرو صورت میگیره و در ادامه دیسک جدا میشه شرایط برای تعویض دنده صورت میگیره و فراهم میشه زمانی که تعویض دنده انجام شد یعنی از دنده های مثلا یک به دو و سه ارتقا پیدا کرد در نتیجه ما شاهد انتقال توان از مجموعه موتور که بانال مولد قدرت هستش به گیر بوکس خواهیم بود. زمانی که پدال کلاج رو هم در حالت آزاد قرار میدیم اون مکانیزم اهرم‌بندی بندی میاد اون نیرو رو از روی تیغه های فنر خورشیدی برمیداره اتصال ایجاد میشه و در نتیجه انتقال توان صورت میگیره این مجموعه کلاج یک سری از اجزا رو داره که شامل فلایوی، صفحه کلاج، میلنگ، دیسک فشار، رویه کلاج در اصطلاح فنر دیافراگ دو شاخه آزاد کننده بولبرینگ آزاد کننده و پدال کلاچ و شفت ورودی هستش که شفت ورودی گیر بوکس هست برای انتقال توان از مجموعه موتور و کلاچ به مجموعه گیر بوکس. انواع کلاچ هایی که در خودروهای مختلف مورد استفاده قرار میگیره شامل کلاچ های مکانیکی، کلاچ های هیدرولیکی و کلاچ های الکترونیکی هستش در انواع مختلف خودروها مورد استفاده قرار میگیره. کلاج مکانیکی کلاجی هستش که اون مکانیزم اهرم بندی یا در اصطلاح اون مکانیزم انتقال قدرت و قطع کردن مسیر انتقال قدرت با استفاده از نیروی مکانیکی انجام میشه به طوری که قطعات مستقیما با یکدیگر در ارتباط هستن و نیرو به صورت مکانیکی منتقل میشه که در اسلاید قبل راجبش صحبت کردیم و توضیح دادیم که به چه صورتی با استفاده از اعمال نیرو و مکانیزم اهرم بندی مکانیکی اجزا به حرکت در میان اجزایی که به هم متصل شدن و در نتیجه انتقال توان صورت میگیره بنابراین کلاچ‌های های مکانیکی کلاچ‌هایی هستند که مکانیزم اهرم‌بندی کلاچ جهت قطع و وصل کردن مسیر انتقال و قدرت و انتقال و قدرت با استفاده از سیستم و اجزای مکانیکی هستش انواع کلاچ‌های های مکانیکی که در خودروها مورد استفاده قرار میگیره شامل کلاچ استکاکی تک استش، هستش کلاچ استکاکی کلاچ‌های های مخروطی کلاچای چنگکی و کلاچ‌های های یک طرفه هستند که در انواع و اقسام خودروهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند بسته به میزان نو و توانی که قرار هست در این خودروها انتقال داده میشه کلاچ های استکاکی تک ای که بران مدل کلاچ که متداول در خودروها هستش معمولا داره یک دیسک و یک صفحه کلاچ هستش و این مدل هم گاهی اوقات از فنرهای دیافراگمی و بعضی وقتها از فنرهای مارپیچی جهت اعمال نیرو و قطع وز و وصل کردن مسیر انتقال قدرت استفاده می در این مدل کلاچ ها اکثر اوقات برای فشرده کردن بولبرینگ کلاچ و اعمال نیرو روی بحث فنر کلاچ از یک دو شاخه کلاچ استفاده میشه و به خاطر همین از این مدل به عنوان کلاچ شاخکی هم نام بوده میشه کلاچ های صفحه ای هم کلاچ در درستا چند صفحه ای این مدل کلاچ هم داره چندین دیسک و صفحه هستند که معمولا در تصویر هم ملاحظه میفرمایید که ممکنه داره چند نوع یا چندین دیسک و صفحه باشن به طوری که دیسک و صفه ها به صورت یک درمیان قرار گرفتن و در این مدل هم در هنگام درگیری کلاچ دیسک و صفحه ها روی همدیگه فشرده میشن و در موقع کلاچ گیری از دیگه جدا میشن و هیچ گشتاوری رو در زمان جدا شدن منتقل نمیکنن البته بسیاری از اوقات این نوع مکانیزم عمل کردی به صورت هیدرولیکی انجام میشه و در نوع هیدرولیکی مورد استفاده قرار میگیره به صورتی که عمل کلاچگیری با فشار روغن صورت میگیره که در نوع کلاچ های هیدرولیکی راجبش صحبت خواهیم کرد. در کلاچ های مخلوطی هم که نوع سوم هستند سطوع درگیر شونده به صورت نرومادیگی مخلوطی شکل هستند به صورتی که هرچقدر این دو سطح به یک دیگه نزدیک باشند در اثر نیروی فشار بین اونها تماس بهتری برقرار میشه و انتقال توان بهتر و بیشتری صورت میگیره معمولا این مدل کلاش ها بیشتر به منظور درگیر کردن چرخ ها با کشوی تعویز دنده در گیر بکس که به صورت سنکرونیزه هستن مورد استفاده قرار میگیرن و در این نوع کلاش ها معمولا قطعی که تماس استکاکی رو برقرار میکنه در اصطلاح داره یک جنس نرم یا در اصطلاح نرمتره که به صورت دنده برنجی هم معروف هستش کلاچ های چنگکی هم که به صورت به عنوان کلاج قلاب شونده ازش نام برده میشه در بسیاری از کوپلینگ های مکانیکی و در بحث گیربکس های قدیمی تر به منظور درگیر کردن دوز و از کلاج چنگکی استفاده میشه این کلاچ ها دارای زاده هایی که به صورت نرمادگی هستند مورد استفاده قرار میگیره که در هنگام درگیر شدن میتونن با یک چفت بشن و گشت را منتقل کنن معمولا از این نوع کلاچ ها در گیر های موتورسیکلت ها و جعب دنده های که به صورت جعب دنده های کمکی هستش به مورد استفاده قرار میگیرن کلاچ هایی که به صورت در اصطلاح کلاچ یک طرف هم هستن نوعی از کلاچ که گشتاور رو فقط در یک جهت انتقال میدن اما گشتاور در جهت مخالف رو نمیتونن انتقال بدن و ارتباط رو قطع میکنن مثال ساده هم برای این مدل کلاچ مثلا آچارهایی هستش که به صورت آچارهای جگجگهی میشناسیم و کلاچ دند استارت هستش که در خودروها مورد استفاده قرار میگیره کلاچ یک طرفه باید بتونه در یک جهت آزادانه گردش رو انجام بده و در جهت مخالف بتونه قف بشه و گشت رو منتقل نکنه برای قف کردن در این حالت هم گاهی اوقات میشه از یک سیستم زامه و گاهی دیگه از یک بادامک استفاده کنید تصویری که در سمت چرخ ملازمی میفرمایید مرتبط با کلاچ استکاکی چند صفحه هستش که یک در میان صفحه کلاچها ها و دیسک ها روی هم قرار داده شدن و معمولا میزان انتقال توان و گشت در این نوع به براتب از هر دیگه بیشتر هستش کلاچ های هیدرولیکی هم همونطور که در تصویر ملاحظه میفرمایید ساختمان مشابه کلاچه مکانیکی دارند با این تفاوت که به جای استفاده از سیستم مکانیزم اهرم بندی مکانیکی از یک سیستم هیدرولیکی برای قطع و وصل کردن مسیر انتقال و قدرت استفاده می کنند همونطور که در تصویر هم ملاحظه میفرمایید زمانی که پدال کلاچ توسط راننده فشرده میشه روغن هیدرولیکی توسط سیلنجر اصلی کلاچ و طریق لوله ها منتقل میشه به پایین کلاچ بنابراین انتقال توان از طریق سیستم هیدرولیکی هستش برای به حرکت در آوردن مجموعه دو شاخه کلاچ یعنی سیستم اهرم بندی مکانیکی که در مجموعه کلاچ های معمولی داشتیم کامل حذف میشه و با استفاده از دو سیلنج که در داخل مجموعه کلاچ تعبیه میشه یکی در قسمت بالا که به با عنوان سیلندر اصلی هستش و یکی هم در قسمت پایین استفاده میشه